یه نکته خیلی کوتاه میخوام در مورد انتخابات بگم که همه دارن در مورد صحبت میکنن. نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم، مستاقی هم نمیگم، کلی میگم. بنابراین باید یکم سعی کنید متوجه بشید. تقریبا تمام رسانه ها چه این وری چه اون وری دارن در مورد انتخابات صحبت میکنن. خب من مشکلی نمیبینم. یعنی یه عده این ور هستن که اعتقاد دارن، میگن آقا ما رأی میدیم، اعتقاد به سیستم داریم و اینا. یه عده هستن اون ورن در مقابلن، مثلا فکر کنید 10% اون ورن که حرف در موردش نمیزنن و رای هم نمیدن. میمونه این وسط، حالا همون قشر خاکستری، هر چی که اسمش رو بخوایم بذاریم، تقریبا میتونم بگم 80% این وسط هم که در مورد انتخابات صحبت میکنن. باز هیچ ایرادی نمیبینم، میگم بحث سیاسی نمیخوام بکنم که انتخابات چیست و فلان اینا. موضوع من در مورد رسانه است، رسانه ای که یک حرفی میزنه ولی پشت کار دیگه میکنه، یعنی درآمد از چیزی کسب میکنه که در مقابل اون نظر در واقع مخالفت داره، ولی در موردش تولید محتوا میکنی و پول در میاری. حالا شاید بگی که هوتم تو هم داری همین کارو میکنی، ولی من رسانه نیستم، من میتونم یک رسانه کوچیک باشم، ولی در مقایسه با کسی که داره پول میگیره از یک سرویس دیگه، یک کشور دیگه ای، بنابراین یکم فرق میکنه دیگه. من آخه چیم مثلا؟ حالا چند تا موردم دارم دیگه. الان مثلا شبکه ایران اینترنشنال بیان بررسی کنیم که داره چی کار میکنه. من که در مورد داخل صحبت نمی کنم، رسانه داخل بهش اعتقادی چون ندارم، به اون رسانه در موردش حرف نمیزنم. من در مورد چیزی که دنبالش میکنم و نگاهشم میکنم در مورد اون میخوام صحبت کنم. حالا شبکه‌ای که تعداد مخاطباش با موضوع انتخابات داره همجور بالا میره، اعتقادی هم به انتخابات ندارن دیگه، و در واقع اینا جریان سازن. فرقش اینه که اینا خصوصیان فراتر از یک شبکه تلویزیونی هستن. این هم میشه درمش بحث کرد. حالا این شبکه من و تو، اینا ادعایی وجود داره پشت این شبکه ها، این که ما داریم این فرهنگ سازی رو میکنیم، در واقع این حالا شستشوی مغزی هر چیزی که اسمش رو خواهیم بذاریم داره به توسط این شبکه های رسانه جمعی داره اتفاق میفته. این مثلا من و تو بودی که این کار رو کرد. یعنی خیلی از حرفایی که میزنن اگه دنبال بکنید یکم کلیه، حرفا خیلی گنده است. منظورم اینه برنامه میسازید هر روز، برنامه چشم‌انداز که اصلا این برنامه مغز منو منفجر کرده کلا. هر شب برنامه انتخابات میذاره، یک ویژه برنامه داره، رسما نمیگن دیگه، ولی در مورد انتخابات دارن صحبت میکنن. 40 دقیقه وقت این برنامه است دارن میگن آقا چرا فلانی رأی نبرد در مورد یک چیزی که همه منفی هن. خود مجری منفیه، 4 نفر دیگه میان اونا هم منفی هن. خود تفکر اون شبکه هم نسبت به اون موضوع منفیه، ولی دارید در مورد صحبت میکنید. چرا؟ چون پول در میاد. حالا شاید بگید که هوتن نه چجوری پول در میارن. خب ببین، اون کسی که در واقع فاند میده، پول میده به این شبکه ها، سرمایه گذاری میکنن رو این شبکه ها، کار به تعداد ویو داره. یا آقا من بهت اینقدر میلیون دلار پول دادم، اینقدر بر من مخاطب بیار. وقتی شبکه میبینه که من اگه در مورد انتخابات حرف نزنم مخاطبم کم میشه، بعدن پول کمتری از سرمایه گذار میگیرم، خب تصمیم میگیره که برعکس بکنه، بیایم در مورد اون هلیکوپتری که افتاد 10 تا برنامه درست کنیم. تا زمانی که، چون به هر حال تحلیل داده خیلی مسئله مهمیه دیگه، وقتی شما نگاه میکنید تو این گوگل آنالیتیکستون که مخاطبتون داره میاد پایین، دیگه در مورد موضوع صحبت نمیکنید قاعدتا. وقتی میبینید که موضوع تئوری توطئه، مثلا اون هلیکوپتر، خیلی جذابه، خب واقعا هم جذابه دیگه، تئوری توطئه خیلی قشنگه، تا اینکه شما بگید که مثلا یه هلیکوپتر افتاد نمیفروشه. خب من دارم، متوجه هستید دیگه دارم در مورد چی بحث میکنم، در مورد که رسانه ها قراره که تهش از شما پول در بیارن. قبلا در مورد صحبت کردم، حالا اینجا موضوع انتخابات، یعنی تحلیل تک به تک نامزدهایی که رد صلاحیت شدن میاد توی برنامه های ایران اینترنشنال، در حالی که آدم یکم کنجکاو میشه، میگه چرا باید اینا اینقدر صحبت کنن؟ به خاطر اینکه میخوان پول در بیارن از این موجی که خودشون میسازن. در مقایسه با اینکه شما بگی که ما انتخابات، ما که کاری نداریم، همون حالا 10% که به هیچ وجه نمیدونن که مثلا کی انتخابات، خب من بنابراین هیچی هم دنبال نمی کنن. امکان داره اتفاقی ببینن این چیزی، ولی
براشون مهم نیست اونقدر یه بحث 40 دقیقه‌ای بشینن ببینن. کارشناسایی که میان تو این برنامه رو اگه شما ببینید، چون خودشون کانال یوتیوب دارن، جای دیگه من وقتی نگاه میکنم در واقع هم سیاستمدارا رو میگم، تقریبا کسی نیستش که در مورد این موضوع صحبت نکنه، چون توی کانال خودش دقیقاً شاید کاری که دارم منم میکنم همینه دیگه، میرن در مورد کلمه انتخابات صحبت میکنن که ترنده، قراره که یک هشتک گندهی پشت زده بشه، این اتفاق افتاده، برای خود جزء اتفاقات مهمه دیگه، هر 4 سال اتفاق میفته. مسئلهش اینه، من و شما اگه صحبت کنیم واقعا اتفاق نمیفته این پشت، این وسط میلیارد دلار داره پول جابجا میشه. این فرقش با من و شما و آدم های معمولی که من در مورد انتخابات یه توییت میزنن اینه، میلیاردی پول جابجا میشه از گروهی که اعتقاد دارن دستشون یک راه حله، میگن این راه حل رو ما داریم، از فلانی حمایت میکنیم، از این از اون، و مردم ایران هم که با ما دیگه. و اینجا بر من سوال ایجاد میشه، میلیاردها دلار پول خرج میشه، گرفته میشه از باز از کسایی که خیلی اعتقادی به اون مرز خود ایران ندارن، پولا رو از اونا میگیریم، نمیرم وارد جزئیات بشم، فقط میخوام بگم باید یکم حواسمون باشه، قطعا اینا یک مارکت ریسرچی دارن، میدونن مخاطب الان دنبال چیه، دغدغه ها چیه، کار رسانه اینه که مدام تحقیق کنه جامعهشو. شاید بگی حرفا بودن یعنی چی، مثلا چی داره میگه، حالت خوبه اینا، من فقط چیزی که ناراحتم میکنه اینه، ادهی که رسانه بزرگ میلیاردی دارن میگن ما میخواییم بچه فقیر سیستانی رو نجات بدیم، من نمیخونه، شما احتیاج به رسانه میلیارد دلاری نداری، اصلا احتیاج نداری، شما میگه هوتن تلویزیون هزینه های زیاده، اتفاق عجیبیه، هر سال هر دوره این بودجه ها داره افزایش پیدا میکنه، این شبکه ها دارن عظیم تر میشن، و شعارها یکیه، شعارها ثابت میمونه، ما میخوایم اون بچه سیستانی رو نجات بدیم، بودجه رسانه ها میره بالا، چون رسانه ها هی سطحی تر میشن تا آدم های بیشتری رو جذب خودشون کنن. ببین شما نمیتونی یه برنامه فلسفی داشته باشی بگی من مثلا میتونم بچرخونم این کانالو، هرچند شما هیچی خودت پول نمیدی، از کسای دیگه میگیری، ولی اون سرمایه گذاره براشون مهمه که چقدر مخاطب تو داره میاری، تمام سعیشون رو باید بکنن که مخاطبش اگه امسال 1 میلیون دلاره، 1 میلیون نفره ببخشید، سال دیگه بشه 2 میلیون نفر، چی دوست داره طرف، چه عقاید مذهبی داره، چه عقاید سیاسی داره، هر چی که داره، توی برنامه ساز باید سعی کنی کاری کنی که همه رو شامل بشه، خیلی خیلی بازی چرکیه، همشون به وضعیت خیلی خوبی دچار شدن، از جمله مجری عزیز برنامه چشم انداز. به هر حال نظر شما چیه؟ حتما برام بنویسید. نظر کلیم بود در مورد انتخابات. خیلی ممنون، مرسی، خدافظ.